داده. البته یه طرف خوشحال میگه من به نتیجه به کاری که میخواستم که رسیدم. رئیس جمهوری که میخواستم انتخاب کردم، بغل دستم، کنار دستم، خیالم راحته. مثل این خانما رو میبینی که بعضی وقت ازدواج میکنن یا برعکس آقایون ازدواج میکنن. خیلی خوب دیگه، حالا که من اون طرف مورد علاقم بغل دستم، حالا اونا دیگه مخالفن بذار مخالف باشن، یا نمیدونم رقبای قبلی که در عشق با من همراه بودن شکست خوردن، خودن طرف الان بغل منه. خامنه‌ای هم اینو فکر میکنه، میگه آقا من دیگه کاری ندارم، من به مراد مقصود خودم رسیدم و بر مرکب مراد سوار هستم. احمد نژاد بچه‌م بغل دستمه، بس بنابراین حالا بیام با مردم با لحن آروم صحبت بکنم. و میگه که خامنه‌ای میگه که این عده‌ای که نامزد مورد نظرشان رأی نیاوردن احساس افسردگی و ناراحتی میکنه و این طبیعیه. ببینید حرکت ملت ایران و اعتراض خونین ملت ایران، و خامنه‌ای میگه که افسردگی دلتنگ، یعنی دیپرشن گرفتن، یه طبیعیه. میگه که این عده‌ای که نامزد مورد نظرشان رأی نیاورده احساس افسردگی و ناراحتی میکنن طبیعیست و معنای این مسئله اغتشاشگری نیست. حالا خود رئیس جمهور که اینا خس و خاشاکن، سپاه اعلامیه سپاه هم که اشغال اغتشاشگران، نه فرمانده سپاه سید الشهدا میگه اغتشاشگران، روزنامه کیهان می‌نویسه اغتشاشگران، روزنامه اطلاعات می‌نویسه اغتشاشگران، بسیج فرماندهش میگه اغتشاشگران، رادان فرمانده معاون فرمانده نیروهای انتظامی میگه اغتشاشگران. حالا یه دفعه لحن عوض میشه، میگه اینا اغتشاشگر نیستن، این اغتشاشگر رسانه های آمریکایی و اروپایی به مردم لقب دادن. رسانه های آمریکایی و اروپایی با معرفی مردم ایوان به عنوان اغتشاشگر به ملت ایران اهانت کرده اند. بعد خامنه‌ای میگه برخی از سران کشورهای غربی، رئیس جمهور، نخست وزیر و وزیر امور خارجه در مسائل داخلی ما دخالت کردن که با آنها هیچ ربطی نداشت. صراحتا هم دخالت کردن. کشورهای غربی اینجوری فکر میکنن که اگر شما به کشور غربی بگید، شما اگر از جریان حمایت کردید یا از اسم کسی حمایت کردید، مثلا از میرحسین موسوی حمایت کردید، فکر نکنید اون شخص یا اون جریان به طرف شما متمایل. اینا جزء نظام جمهوری اسلامی هستن. خامنه‌ای میگه، میگه این جریانات، این افراد، موسوی، کروبی، خاتمی و این اتفاقات، این جزء نظام هستن. و بعد میگه که زورآزمایی خیابانی بعد از انتخابات کار درستی نیست و من از همه میخوام به این روش خاتمه دهن. اگر خاتمه ندهن، آن وقت مسئولیت هرج و مرج آن به عهده آن است. نگاه کنید صحبت خامنه ای رو، خیلی ملایم صحبت میکنه، اولا خیلی ملایم و آروم داره صحبت میکنه و بچه هم نوشته داره، یه نوت برداشته، مثلا نگاه میکنم بعضی کلمات مثل که بهش گفتن نوشته، چون کلمه مال خودش نیست، برای که اشتباه نکنه. گفتم مثلا من فیلمه رو سخنرانیش سه دفعه نگاه کردم، خوندنش دو دفعه سه دفعه خوندم، من همه چیز دقت میکنم. مثلا اینه بعضی کلمات خامنه‌ای رو نوشته میکنه، کف دستش نوشته، نه کف دستش ها. یه کاغذ کوچولو انقدری، نوت انقدری میذاره کف دستش، ببین من چقدر دقیقم، دستش رو مچ میکنه از چپش ها، ولی بعضی وقت به هوایی که داره اون ور نگاه میکنه چپ دستش باز میکنه و نوت رو نگاه میندازه، که شما فکر کنید داره از حفظ میگه، نوت ور میداره مینویسه. خب حالا مهم نیست، هر کسی میتونه نوت ور داره. بعد مثلا من اینو نگاه کردم، دیدم میگه که وقتی میخواد بگه زورآزمایی خیابانی، اینو یادش نمیاد، بر اون نوت بخونه، معلومه کلمه رو یه کسی بهش یاد داده. تا اینقدر من رو این مسئله برای این آقا، برای این آیت الله و همدستانش حساسیت دارم. بنابراین آقای خامنه ای امروز در ضمن میخواد مردم از 18 تیر بترسونه، میترسه جنبش دانشجویی باز مردم بریزن تو خیابون، ضمنی که با زبان پدرانه و خیلی آرام و خیلی ملتمسانه صحبت میکنه، در ضمن اون آخرش هم میگه از اینجا به بعد اگه اتفاقی تا اینجا ما بخشیدم. آقا 20 نفر کشته شده، بس که عین خیالش نیست، میگه تا اینجا خب مردم عصبانی بودن، از اینجا به بعد مسئول. پس اون 20 چی میشن؟ 20 آدمی که خودت میگه به نظر من شاید 20 200 تا بوده، شاید 2000 تا بوده، خودت میگی 20 تا، تکلیف اون 20 تا چی میشه؟ قاتلین اون 20 تا چی میشن؟ آقا ما اون اشاره یه گذشته گذشته، از اینجا به بعد یاد تو باشه که باید حساب پس بدی. خیلی خب، حالا اضافه بدید که بریم به
هوستون تگزاس خدمت دوست عزیز و ارجمند جناب آقای بهمن احمدیان از نهضت ملی ایران و ببینیم که آقای احمدیان در مورد این مسائل یا مسائل دیگه چه نظری دارن. سلام عرض کردم جناب آقای احمدیان. سلام و درود بر شما و تمام بینندگان عزیز شما، به خصوص این ملت بزرگوار ایران. امیدوارم که روز خوبی هم شما تا به الان داشته باشید. عالی بوده قربان. خواهش می‌کنم. این هفته جناب آقای دلدار هفته بسیار خوبی برای من بود. یکی از هفته‌هایی بود که شاید در تاریخ زندگی من، در خاطراتم هم که نوشتم، هفته‌ای بود که هیچ وقت شاید در این 30 سال اخیر من نداشتم. به این دلیل که در این 30 سال مرتباً این غم و عشق به ایران نمیذاشت ما ساعتی رو استراحت کنیم. خیلی به زبان ساده دارم صحبت میکنم. هفته پیش من تقاضایی کردم از دوستانمون، به خصوص از چندین کانگرسمن و چندین سناتور، که میخواستم اینها رو ببینم و ببینم نظرشون راجع به ایران چیه. قبلی که به اونجا برویم باید اینو بگم، در تمام این مدت که من بسیاری از ایرانی های پاک نهاد و چه در واشنگتن و چه در اروپا چه در جاهای مختلف میدینیم یا حرف میزدیم، هیچ راهی باور کنید آقای دلدار وجود نداشت که سناتورهای آمریکا، کانگرسمنهای آمریکا، رپرزنتیوهای آمریکا یک دریچه رو بتونن وا کنن. اما در این جریانی که خانم ندا به وجود آورد، یعنی صدا و یک ملتی رو به گوش جهانیان رسوند، من بی پریروز که خیلی مهمانه، چون دیگه چون این مسائلی بوده که من برای همین نظر رفته بودم که و تیپ هایی که شده البته خدمت جناب عالی خواهم فرستاد در دو سه روز آینده که شما میتونید اجازه دارین پخش کنین اینها رو. من در خدمت آقای دو سه تا از سناتورها بودن، یکیش آقای مکین بود که من همیشه خدمت ایشون ارادت خاصی دارم و بعد از اون سخنرانی هم که ایشون در مجلس کرد من واقعا خوشحال شدم. ایشون رو دیدم بعد ایشون برای تقریبا 3 یا 4 دقیقه در یک جلسه بودیم که نمیشد، ایشون برای مسائل دیگه اومده بودن، ولی من رفتم به طرف ایشون و ایشون تشکر کردم و گفتم که من متشکرم که شما آقای مکین چنین صحبتهایی رو کردید. ایشون در دو کلمه که یک سیاست مدارن، معمولا سیاست مدارها چیزی نیست که امروز یا دیروز آمده باشن به بازار سیاست، دو کلمه گفت به من، گفت برو از ندا تشکر کن. من واقعا موندم برای لحظه. آقای احمدیان این عکس این ملاقاتتون با آقای مکین، یا عکستون با آقای مکین برای ما میفرستید؟ بله من نوارها رو براتون میفرستم. هم اون همین که بالاخره من در حال عکس شما رو به چه وقتی میگید ما هم واقعا بتونیم عکستون رو نشون سندیتش رو نشون بدیم به تماشاگر. خب شما تا 3-4 روز دیگه به جای عکس ها تمام نوارها چندین نوار براتون میفرستم. حالا اگه تونست عکس هم که من میدونم گرفتید، که عکس هم دارید که با آقای مکین، اون عکس هم اگه بفرستید ایمیل کنید. ما امروز به قول جناب عالی به گذشته بر نمیگردیم، ما امروز باید به جلو نگاه کنیم، عقب هر چی که بوده برای عقب مونده. نه منظورم که در این جلسه دیرو تایروز شما عکس باشون نگرفتید؟ چرا براتون میفرستم. همون رو گفتم ایمیل کن، نه اون قدیمی ها که منظورم قبل تایروز دارم، 2-3 روز پیش دارم. بله براتون میفرستم. مرسی. بله من براتون میفرستم. بعد مسئله که در این رابطه بود با آقای مکین، ایشون برای یک جلسه خصوصی بود، برای یک کار دیگری اومده بودن، ولی بعد از این گفتگوی که البته خانم امی پاول به اصطلاح ایشون هستن که رابطه های با سناتورها رو در شهر ما و استیت ما دارن برقرار میکنن، ایشون رفتن و شروع کردن، اصلا قرار بود صحبت دیگه ای بشه، ایشون شروع کردن به عرض نهادن به این ملت و سخنرانی شدیدی کردن و گفتن که در حدود 10 دقیقهشون سخنرانی مخصوص ایران کردن دوباره و گفتن چنین ملتی واقعا لیاقتش نیست چنین حکومتی رو داشته باشه، کسی که برای رای میده. البته نوارهایی که هست من برای شما میفرستم میبینید. بعد من امروز صبح پیش قراری داشتم، طبق معمول رفته بودم پیش آقای دیگه سناتورامون، آقای به اصطلاح کورنی که سناتور اینجا هستن و با ایشون صحبت کردم. ایشون هم با کمال تواضع گفتن اولا تمام ماها پشت سر مردم ایران هستیم، اما یک سوالی هست که من تمام نوارهای ضبط شده ایشون، آقای آلن فرچر و دن پاتریک سر تمام اینها رو، چون این دفعه با من از آقایو خواهش کردم برای که ملت ایران
صدای شما رو ببینن، حرف های شما رو به استراق گوش کنن، بعد شما رو